سیل ویرانگر شمال ایران. اگر ساکن مناطق سیل زده هستید از شرایط خودتون بگید. شش استان نیمه شمالی ایران از 13 مهر ماه با سیل ویرانگری دست و پنجه نرم می‌کنند که تاکنون جان 11 نفر رو گرفته. بنا به گزارش‌های رسمی 154 شهر در استان‌های اصفهان، خراسان شمالی، گلستان، گیلان، مازندران و یزد درگیر سیل و آب گرفتگی هستند و بعد در برخی مناطق خسارات وارد شده به تأسیسات، راه‌ها، پل‌ها و محصولات کشاورزی سنگین و قابل توجهه. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، دیروز با حضور در مناطق سیل زده استان مازندران این سیلاب رو سیل استثنایی قرن نامیده بود. اما بد نیست به کمک تصاویر بیشتر با وضعیت مناطق سیل زده آشنا بشیم. این وضعیت اینجا پل از بین رفته، فشار آب پل آورده اینجا. یه خونه هم که اونجا خونه تازه ساخت مردم منتظرن بدرم بره کار. در برنامه امشب از شمایی که ساکن مناطق سیل زده هستید به طور ویژه دعوت میکنیم که از وضعیت و مشکلات خودتون بگید. آیا از اقدامات دولت و نهادهای مسئول در واکنش سریع به این بحران رضایت دارید یا خیر؟ اجازه بدید یک مرور کوتاه هم داشته باشیم بر راه‌های تماس 202-205-2654. شماره تماس برنامه ما از طریق اسکایپ هم میتونید چه صوتی چه تصویری تماس بگیرید یا اینکه صداتون رو در پیامگیر اتوماتیک برنامه ضبط کنید. همچنین در فیسبوک و اینستاگرام صدای آمریکا و روی خط حداقل 4 پست هست هر روز، اونجا میتونید کامنت بذارید. آیا اگر به تلگرام دسترسی دارید از طریق سند وی او ای آیدی تلگرامی صدای آمریکا تا 9 شب قبل از هر برنامه فرصت هست که برای ما فایل صوتی و تصویری بفرستید. بعد از اون، یعنی مثل الان که فرصت تمام شده، فقط میتونید به صورت نوشتاری نظر بدید. من بهروز صمد بیگی هستم همراه شما در برنامه روی خط. بله، درباره سیل و تبعاتش در شش استان ایران صحبت میکنیم. طبیعی هست اولویت رو بدیم به کسانی که از این استانها تماس میگیرن، اما خب شاید توقع زیادی هم باشه که ازشون بخوایم در این شرایط با این همه مشکلات وقت بذارن. امیدواریم که به هر حال حضورشون پررنگ باشه. برنامه رو با آقای بهنام از ایران شروع میکنیم. سلام آقای بهنام، میشنویم نظر شما رو. سلام، صدای من داریم؟ بله بفرمایید. آقای حقیقتاً وضعیت که با این سیل خیلی به هم ریخت، ولی چیزی که هست ما برگردیم به دوران اوج خاندان پهلوی بزرگ، ما ببینیم آیا یکی از اون پلایی که اونا الان خراب شده تو همین فیلمی که شما نشون دادید، ما ببینیم اصلا اون خسارت هایی که الان به این خیابونا و ما خورده کدوماشون دوران پهلوی بودن؟ همشون سالمه. همه این چیزایی که زمان پهلوی، پل فیروزکو الان چقدر وقت سالمه، تونل کندوان چقدر وقت سالمه، هر روز هم توی پاییز زمستون داره روش برف و بوران و سیل و اینا میاد. آره، این تو شبکه‌های اجتماعی هم خیلی بهش اشاره شده بود. فکر میکنید که دلیلش چیه؟ ببینید، من الان نظرم هم بدم، میدونم شما جلوی صدای منو میگیرید، تماسمو قطع میکنید. خب اگر در قالب موضوع برنامه باشه چرا باید این کار بکنیم؟ لطفا در قالب موضوع برنامه بفرمایید. دارم در قالب موضوع برنامه منم اعلام نظر میکنم، ولی آخر شما صدای من قطع بود. شما اجازه بدید من حرفم پس کامل بزنم. ببینید، وقتی که مغزهای ما فرار میکنن از این کشور
وقتی که تمام منابع ما میره این ور اون ور مصرف میشه، باید همچین خیابونا و همچین پلای خرابی داشته باشیم. اون زمان رضا شاه بود که بند داشت دانش آموزا رو میفرستاد به اروپا، میرفت تحصیل میکردن، خرج تحصیلشون داد. ما باید برگردیم به اون دوران اوجمون، دوران خاندان پهلوی بزرگ. بله، خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردید. گفتم اگر در قالب موضوع برنامه صحبت کنید هیچ موقع صداتون قطع نمیشه. این روال و اصل بدیهی و اولیه برنامه روی خط. اما سری بزنیم به آقای سعید از کرج و نظر ایشون رو بشنویم. سلام آقای سعید. سلام بهروز جان، خسته نباشید. ممنون. ممکنه که این با توجه به اینکه من خب ساکن و مناطق نیستم، خواستم وقت رو بیشتر بدم به اونا. ولی بحثی که ما الان داریم، همونطور که اون دوستمون گفت، بحث کلن حالا ممکنه که این در شرایط که جایی دیگه هم تو کشور به وجود بیاد، بحث بحرانه. ببینید، ما یک سازمان مدیریت بحران داریم که خیلی هم عریض و طویله، ولی متاسفانه فقط عرض و طولش در اعضا و در بودجه‌ای که براش استفاده میشه. در یه همچین مواقعی ما از این سازمان مدیریت بحران هیچ چیزی نمیبینیم، در حالی که مشابهش تو کشورهای خارجی بلافاصله میبینیم که تمام به قول معروف اون اکیپ ها اعزام میشن، جلوگیری میشه، سیلبند ها مخصوصا در قسمت شمال. بله، الان تمام پل هایی که زمان پهلوی ساخته شده هیچ آسیبی بهش نرسیده، ولی جاهای دیگه ای که به قول معروف دست پیمانکارهای جمهوری اسلامی بوده و ساخته شده همه از بین رفته. ولی بحث بازم همون بحث مدیریت بحرانه. من وقت نگیرم که دوستان دیگه نه، خواهش میکنم. یه سوال دیگه هم داشتم از خدمتون، به نکته جالب اشاره کردید. هواشناسی این دفعه پیش بینی کرده بود چنین بارندگی رو و دو هفته پیش هم حدوداً باز سازمان مدیریت بحران هشدار داده بود که حوادث فصل سرما در راهه. چی میشه که دوباره همه غافلگیر میشن، کارایی و کارآمدی لازم رو ندارن در کمک به بحران زدگان؟ بله، ببینید، چه هواشناسی و حالا مخصوصاً اصلا ما میگیم هواشناسی ما زیاد چیز نداره، بحث هواشناسی گوگل. این سازمان مدیریت بحران به یه تکنولوژی خاصی مجهزه، این باید بدونه که چه اتفاقی قراره بیفته و چی کار باید بکنه. مردم ما که نمیتونن بکنن، یا با یه هشدار مگه مثلا چی کار میتونن مردم ما بکنن، در حالی که هیچ وقت به حرفای اینا هم اطمینان ندارن، میذارن اتفاق بیفته. ولی اون مسئولین زیر ربط سازمان مدیریت بحران هستن که باید کمپاشون رو مستقر کنن، نیرو مستقر کنن، حالا به نسبت اون چیز اتفاقی که میخواد بیفته، سیل، برف، هرچی که هست، بتونن رونا متمرکز شن و اینقدر خسارت به وجود نیاد. من وقتتون رو نمیگیرم که خیلی ممنون از شما آقای سعید. آقای سعید به بحث سازمان مدیریت بحران ایران اشاره کردن. من یه نقل قول از آقای مرتضی اکبرپور بخونم، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور. میگه که اینطور نیست که سایر سازمان ها و نهادها به دستورات سازمان مدیریت بی توجه باشند، اما زیر ساخت ها برای اجرای دستورات فراهم نیست. یه جورایی مترجم میخواد یعنی چی؟ اگر بی توجه نیستن چرا اجرا نمی کنن؟ میگه زیر ساخت ها فراهم نیست. بعد خودش مثال زده، گفته یکی از دلایلی که اجرا نمیشه دستورها اینه که سایر سازمان ها و نهادها انقدر به مسائل روزمره درگیرن و بحث بودجه و اعتبار هم هست که مثل این میمونه که ما وسط یک بیابونی داریم فریاد میزنیم جنگل شو جنگل شو و انتظار داشته باشیم بیابونه جنگل بشه و نمیشه، و همین میشه که هر بار در مقابل بحران غافلگیر میشن و این همه خسارت رو در واقع تبعات به بار میاد. یه تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم برنامه رو با شما ادامه میدیم.
تا برنامه امشب درباره سیل ویرانگر نیمه شمالی ایران صحبت میکنیم. حداقل 6 استان ایران با طبقاتش دست و پنجه نرم میکنند. بریم به استان اصفهان. آقای احسان همراه ما هستند. مناطق از استان اصفهان هم درگیر بارندگی های شدید شده. حالا اگر هم نبود باز به هر حال ممنونیم از آقای احسان. سلام میکنیم و نظرشون رو میشنویم. با عرض سلام. مشکلات ایران هم از به اصطلاح شیل، گرانی، نمیدونم بدبختی، تمام مسببش خود دولت و اعضای دولت هستن. توجه کردی؟ آقای جهانگیری میان پشت تلویزیون اعلام میکنن دلار تک نرخی شد 4200. از فردای اون روز میره رو 4500، 4600، 4800. حالا کیست اینا گرون میکنه؟ خود دولته. تمام بدبختی ما ملت ایران زیر سر دولته. تقصیر هیچ این پولا که میدن ببینم سوریه و لبنان و این بر اون بر بیان خرج کنن، خرج مملکت خودمون کنن، گرسنه را سیر. حالا در مورد خاص این سیلی که اومده و مشکلاتی که به وجود آوردم، شما فهم میکنید 100% باز دولت مقصره؟ بله 100%. من که صاحب این خونه هستم، مسئول این خونه هستم، باید چهار طرف خونه ما به صلاح تجهیز کنم که نمیشه بیان به صلاح همتون. من دولت چون وقتی که رأی میخوان، ما ملت آزاده هستیم، ملت مسلمان هستیم، ملت نمیدونم ایثارگر هستیم، وقتی که یه اعتراض ما میان بکنیم خس و خاشاک میشیم، ضد انقلاب میشیم، ضد خدا میشیم، خط قرمز را رد کردیم. بابا این که نشد کار. آخه تمام اینها را اگه دولت بخواد به قرآن همین سیل هم میتونه قبلا جلوگیری کنه ازش. آخه آقای نوبخت معاون آقای روحانی گفته این سیل خیلی استثنایی بوده و واقعا حجم بارندگی خیلی زیاد بوده. یه وقتایی ممکنه واقعا انقدر حوادث طبیعی بزرگ باشه که کار خاصی نشه کرد، اما شما فکر میکنید که این دفعه اینطور نبوده؟ نه جناب آقای سمدانی، پیشگیری میتونن بکنن. تمام این چیزا که چیزا مثل اون روزا نیست که الان همه چیزا پیش رفته، میتونن بفهمن کی میخواد بارندگی بشه، کجا میخواد بشه. توجه کردید؟ بله. که بخوان از زیر بارشون خالی کنن و برن، اینا نیست. اینها باید فکر ملت باشن. مملکتی که نتونن یه دلار آن پس رفتی به ما نداره، ریالی ما را بدبخت کرده. همه میری سبزه بگیری میگه دلار گرون شده، میری سیب زمینی بگیری میگه دلار گرون شده، رب گوجه بگیری میگه دلار گرون شده. آخه که نشد که. اگه نمیتونید برید کنار. چهار تا آدم جوون یه زای پیر پتار برداشتن کابینه و نماینده مجلس و اینا 60 سال 65 سال، نه اینا کار از جوون ما داریم تحصیل کرده، اقتصاددان، سیاست. خیلی ممنون آقای احسان از اصفهان که در برنامه روی خط شرکت کردید. آقای ناصر از تهران همراه ما هستند. آقای ناصر سلام، نظر شما رو میشنویم درباره سیل شمال ایران. با همه همکاراتون ارادت دارم به همکار. متشکر، بفرمایید. عرض کنم خدمتتون من در مناطق سیل زده نیستم، ولی خواهرزنم اینا هستن. ببینید شاید این حرفای من یه خورده جدا از سیل باشه، ولی این خرجایی که در لبنان و سوریه و عراق اینا میکنن، اگر اینا بیان یه طرحهایی بریزن عالی میشه. این نوبخت که اینو میگه استثنایی، خب بی‌همتی این دولت هم بی استثنائیه. ما تا حالا در هیچ چیز دنیا که همچین بی‌همتی بی‌عرضگی دولتی رو ندیدیم. اینها خودشون بی‌عرضن. ببین وقتی که الان اون دوستانی که ما داشتیم الان صحبت میکردن گفتن که پل‌هایی که در زمان پهلوی مرحوم احداث، هیچ کدوم خراب نشده، ولی این پل‌هایی که این بیلدینگ‌ها این دزدها زدن، چون همیشه دزدی کردن، از پل‌هاشون هم دزدی کردن، پس چرا این پل‌ها، این بزرگراه‌هایی که در عراق و سوریه و لبنان می‌سازن، اونا بعد چرا خراب نمیشه؟ ما مردم چیکار کردیم که اول به این اعتماد کردیم؟ واقعا اعتماد کردیم. حالا کلا اصلا به این اعتماد، الان اینا راست هم میگن دیگه کسی اعتماد نمیکنه. من این حرفای همه این دوستامو که الان شرکت کردن صحبت کردن تایید میکنم و درود میفرستم به همشون که اینقدر. خیلی ممنون از شما آقای ناصر از تهران در برنامه شرکت کردید. بریم به آمریکا. آقای مجید همراه ما هستند. سلام آقای مجید، شما احتمالاً اخبار سیل رو دنبال میکنید و آمریکا هم کشور سیل و طوفان خیزیه، چه تفاوت هایی رو میبینید بین ایران و آمریکا؟ با
عرض سلام جناب آقای بهروز خان. متاسفانه شما مثل جمهوری اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی همیشه ایران رو با آمریکا مقایسه بکنه، مثل اینکه مثلا بخوای یه دونه امبوشه رو با فیلم مقایسه بکنی. آمریکا کجا، ایران کجا؟ بابا ما مشکلمون اینه که تو مقامات مسئولین مملکت ما فهم میکنه ایران یعنی تهران. اینا هیچ کدوم از مسئولین مملکت نسبت به کارشون هیچ دررشته‌ای ندارن، تجربه‌ای ندارن. شما نگاه کن ریزگردهایی که تو خوزستان، تو سیستان، بلوچستان، زلزله‌ای که توی بم، توی همین تازگی کرمانشاه، یا همین ریزگردی که اخیراً تو اصفهان پیش اومد، یا این سیلی که الان پیش اومد تو مملکت، اینا هیچ گونه پیش‌بینی‌هاشون درست نیست. سازمان هواشناسی مملکت هر دنبیلی گزارش میده، اصلا هیچ قوانین. حالا این دفعه واقعا پیش بینی کرده بوده که قرار سیل بیاد. قرار گفت سیل میاد، مردم آماده باشید، فرار کنید تو خونه‌تون. نگفته که جلو باز مثلا مملکت چی میشه. شما نگاه کنید همین سیلی که شما دارید نشون میدید، توی مملکت ما هیچ گونه کانال کشی، اصلا مملکت ما کانال کشی نداره که آبی که سیل میاد تو آمریکا، شما یه دونه آب توی خیابونات این جادا نمیبینید که ساکن باشه. تو مملکت ما سیل میاد، نه کانال کشیه، نه جایی هست، آب هم تو سراسر خیابونا بلومن. بعد این کانال کشه کنار شهرهای که حفظ میکنن اصلا وجود نداره. شما نه کارخونه هایی که توی شهرها هستن تمام فاضلا بسن، تمام خوابای کسافت شون، یا توی جویبارا و توی آب روزخونه هایی که توی شهر هستن، مثلا توی خوزستان. خب چرا مردم همه مریضن؟ بخاطر اینکه آب ساده وجود نداره. مشکل ما عدم مدیریت، عدم کارایی مدیرانه، عدم تجربه، عدم تخصصی شونه. وقتی یه کسی مثل خانم ابتکار میشه مسئول مدیر محیط زیست، خب محیط زیست ما میخوای بهتر از این بشه، میخوای جنگلبانی ما بهتر از این بشه. شما وقتی یه حوادثی پیش میاد سلیم سرخ ما چه کار داره میکنه؟ ببین ما آقای بروزخان، ما وسایل لازم، امکانات لازم رو نداریم. ما هیچ گونه وسایل کاریمون با قوانین دنیا و بین‌المللی یکسان نیستن. مشکل ما عدم مدیریت، مشکل ما عدم رسیدگی به کارهای حوادثی که اتفاق میفته. تو استانداریا یه اداری هست، مدیر کل داره، مدیر کل رسیدگی به حوادث غیر مترقبه. خب کار ایشون چیه؟ نشسته اونجا چه کار میکنه؟ وقتی حوادثی پیش میاد موارد بودجه براش تعیین کرده، این نباید پیش بینی بکنه که بی مگر سیلی اومد، زلزله ای اومد، آتشی گرفت، خونه خرابی که شد که 40 سال مردم خونشون خراب شده، اینا به چی میخواد رسیدگی بکنه؟ اصلا اینا آمادگی هیچی رو نداره. اینا یه مشکل درست کردن برای خود مردم که میان هی مالو میره و مردم وحشت میندازه. نیروی انتظامی و ارتش ما مانورش برای مردم داخل کشوره، نه خارج از کشور. به قول یکی از دوستان در ایران، حسین آقا، با ما همیشه مرتب میگه، میگه با مملکت ما شده هر دنبی، هر کس هر کاری کرد کرد، هر کی هر چی دلگیر بود، هیچ خبری ازش نیست. خیلی ممنون، ممنون از شما آقای ممنون از شما آقای مجید که همراه ما بودید. اجازه بدید سریع هم به کامنت ها بزنیم، بعد یه ویدیو از طریق تلگرام به دستمون رسیده، اونم براتون نمایش میدیم. بیننده برای ما نوشته که در همین تهران حالت عادیش که بارون میاد شهر کامل قفل میشه، چه برسه به شهرستان ها که تازه اون همه هم بارون بیاد و قرار باشه از تهران بهشون امداد رسانی بشه. آقای فرشاد هم نوشته در منطقه گیلان در سومه سرا و املش وضعیت به شدت بحرانیه و تقریبا تمام پل‌های ارتباطی تخریب شده. آخرین کامنت رو هم بخونم از آقای عنایت، میگه که در شهرستان‌های ایران امکانات و بودجه خیلی کمه، مسئولین فقط به طور روزمره گذران امور رو میکنن و تازه این اول پاییز زمستون امسال بوده، ایشون داره هشدار میده در مورد ماه‌های آینده برف‌های سنگین در راه خواهد بود و خدای نکرده حوادث دیگری. بریم این ویدئویی که برای ما فرستاده شده رو ببینیم، سریع برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم. این وضعیت اینجا پل از بین رفته، فشار آب پل آورده اینجا. یه خونه هم که اونجا ساخت مرحوم تذرم بدرم بره کار. سریعا به اسکایپ بزنیم. آقای علیرضا از مشهد همراه ما هستند. سلام آقای علیرضا، شما از مناطق سیل زده خراسان شمالی خیلی دور هستید ولی شاید اطلاعی داشته باشید، اگر هم نه
نظر کلی شما راجع به این سیل ویرانگری که اتفاق افتاده و روند خدمات رسانی به سیل زدگان رو میشنویم. آقای علیرضا از مشهد. بله. سلام بفرمایید. سوال بنده رو شنیدید؟ بله. بفرمایید. در خدمتتون هستم. جناب صمد بیگ، بنده یه نظر متفاوت دارم. ببینید الان تمام دوستانی که اومدن به نظر من همه درمانو گفتن ولی کسی از درد صحبت نکرد. من میخوام از درد صحبت کنم که شما گفتید چگونه میشه که مثلا هواشناسی خبر داره و هیچ اقدامی انجام نمیشه. ببینید من دارم از روی گزارش روزنامه مشرق با کد خبری 872363 با این رفرنس خدمتتون عرض میکنم، گزارشی از عملیات بارورسازی ابرها توسط سپاه. معاون پارلمانی سپاه پاسداران با اعلام موفقیت‌آمیز بودن پروژه بارورسازی ابرها در کشور گفت این پروژه در زمستان 96 و بهار سال جاری با موفقیت انجام شد و ادامه تر در پاییز سال آینده انجام خواهد شد. ببینید خیلی از کسایی که در زلزله کرمانشاه هم بودن معتقد بر این بودن که اقداماتی که خود جمهوری اسلامی و سپاه در زیر زمین و به خاطر ساختن بمب‌ها و موشک‌هاش داره انجام میده این زلزله رو به وجود آورد و به نظر من این بارش ها هم به خاطر اشتباه انجام دادن دوباره بارورسازی ابرها هست که من یادم چند سال پیش حدودش 10 سال پیش بود اینا اومدن توی زاهدان ابرها رو بارور کردن و در پاکستان و افغانستان سیلی اومد که خودشون باز دوباره کمک جمع کردن از همین مردم ایران و دادن به مردم افغانستان و پاکستان تا دهنشون رو ببندن. حالا البته اینا خیلی دور از ذهنه آقای علیزاده، چون میدونید اگر همچین کاری اتفاق بیفته نقشه های جغرافیایی در انحصار یک کشور نیست، اینها رو ماهواره ها رصد میکنن، اگر اتفاق غیر طبیعی باشه اینا به هر حال درز میکنه. ولی حالا ما اصلا کار نداریم به اینکه دلیل چی بوده چی نبوده، داریم میگیم به هر حال یه سیلی اتفاق افتاده. خیلی از کشورهای دنیا هم سیل میاد، حالا اصلا بارورسازی هم نمیکنن، ولی وقتی سیل اتفاق میفته روند در واقع رسیدگی به کسایی که آسیب دیدن خودش اهمیت و اولویت خاصی پیدا میکنه. میخواستیم نظر شما رو در این مورد بشنویم، حالا یک شما بخش زیادی از فرصتتون رو به ریشه یابی پرداختید. در این مورد اگر نظری دارید خیلی کوتاه میشنویم. خواهش میکنم. بله حق با شما، کشورهای دیگه در این زمینه قطعا فعالیت بیشتری داشتن، ولی خب میگم اینا خودشون میدونن دارن چه کاری انجام میدن. قطعا وقتی خودشون دارن مشکل سازی میکنن به فکر این که مردم رفاه و آسایش داشته باشن نیستن. اینا فقط دارن آزمایشایی رو انجام میدن که بتونن کارهای خودشون رو انجام بدن. براش مردم مهم نیستن که بعد از اینم که اگر اتفاقی افتاد خواسته باشن بیان امداد رسانی کنن، فقط دارن آزمایشاتونشون رو پیش میبرن. خبر رسمی هم هست که آقای صمد بیگ خودشون زدن. بله، برای بهار این رو خودشون اعلام کرده بودن. خیلی ممنون آقای علیرضا از مشهد که همراه ما بودید. بریم و با آقای محمد از زاهدان صحبت کنیم. آقای محمد سلام، نظر شما رو میشنویم. آقای صمد بیگی، وقتی که مملکت ایران به این حالت میرسه که یه حریمی برای اون رودخونه برای اون منطقه نمیذارن، وقتی که باید آب از یه جای رد بشه، وقتی که جایی نداره که این آب رد بشه چیکار بکنن؟ این طرف رفته با رشوه و رشوه دادن به دولت یه هتل زده وسط اون منطقه که باید آب رد بشه. وقتی که آب رد نمیشه اینجور اتفاق میفته. وقتی که تو زاهدان نگاه کنید، تو زاهدان یه قطره آب نمیاد، یه بارون بارندگی نمیشه، خیابون رو میان اسفالت میکنن. اول اسفالت میکنن، بعد اداره برق میاد میکنه، میاد سیم کشیش میکنه، مخابرات میاد سیم کشی میکنه، بعد میاد گاز کشی الان جدیدن که شما یک نقطه از زاهدان رو ببینید که این خیابون سالم باشه. این مملکت شده جمهوری اسلامی دیگه. بله، به نکته جالبی شما اشاره کردید. این بحث پدیده که معروف شده به جنگل خاری سال هاست هی میگن قرار پیگیری بشه، خودشون گفتن مقامات دست دارن این ویلا سازی هایی که در جنگل صورت میگیره، در حریم رودخانه ها صورت میگیره، به ویژه در گیلان مازندران. حریم برای یه منطقه نمیذارن، حریم میگه آقا این منطقه مال این کاره. وقتی حریم وجود نداشته باشه میشه این اتفاق بیه.
شما میتونید تمام بارندگی ببینید تو آمریکا این موج 6 متری این موج دریایی که یه اون 6 متری میاد روی ساختمونی ولی خراب نمیشه. چرا؟ چون آب از یه جایی رد میشه ولی ماشاءالله بره شمالا تمام شما نقطه ای رو پیدا بکنید که ویلا نباشه. بله همه جا در حریم دریا، حریم رودخانه، بالای جنگل همه جا ویلا سازی شده. ممنون از شما آقای محمد. من فقط یه نقل قول بکنم از عضو هیئت علمی گروه مهندسی دانشگاه علوم کشاورزی سارو که به ایسنا گفته بدترین تجاوز به جنگل‌های هیرکانی رامسر در 10 سال اخیر رخ داده. همونطور که آقای محمد گفتن این جنگل‌ها خودشون یکی از عوامل طبیعی جلوگیری کننده از سیل هستن. وقتی جنگل رو از بین می‌بریم دیگه هیچ چیزی نمیتونه اون رو مهار بکنه. به نیمه برنامه رسیدیم، یه تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم. فارسی اینستاگرام صدای آمریکا. به نیمه برنامه روی خط رسیدیم، برنامه‌ای که به بحث سیل ویرانگر شمال ایران می‌پردازه. تماسی داریم از گلستان. آقای ساسان گفتن از گلستان تماس می‌گیرن. من سلام می‌کنم خدمتشون. نمی‌دونم از منطقه سیل زده هستند یا نیستن. اگر هستن ممنون میشم گزارشی از وضعیت بدن، اگر نه که به طور کلی نظرشون رو میشنم. سلام عرض میکنم خدمت شما. بله متاسفانه اینجا هم وضعیت آبگیرستگی و بحث سیل و اینا خسارات بسیار زیادی وارد کرده. اونجوری که الان ما واقعا برای ما دغدغه و نگرانی این است که این منابع و این فرصت خیلی خوبیه که ما بتونیم وضعیت کم آبی کشورمون رو جبران کنیم، نه اینکه این منجر به خسارت بشه و اینکه باعث بشه که در کشور ما این همه اتفاقات ناگوار بیفته که همه ایران هم ناراحت بشن، همین که بالاخره این اتفاقی که الان شما خود شاهد هستید. ببینید الان من پدرم تعریف می‌کرد زمان شاه فقید ایران خدا بیامرز اگر همچین اتفاقی می‌افتاد جوری مدیریت می‌شد که از منابع آبی ایران کاملا پر می‌شد. کاش من یعنی واقعا آرزوی من از این است که یک روز شاهزاده رضا از رضای عزیز بیان و در ایران و حاکمیت رو به دست بگیرن، جوری که مردم ایران بتونن از همون مدیریت اصیل ایرانی که همون مدیریت شاهنشاهی چند هزار سال است استفاده کنن. بله حالا ما میخوام ببینید آقای شهرندگی اجازه فرمایید از شما میخوام به جد میخوام حمایت ما رو به گوش مردم برسونید. شما هم با ما هم من از شما خواهش کردم که یک گزارشی از وضعیت بدید، بحث تحلیل سیاسی از شما نخواستیم. ممنون میشم اگر از وضعیت فعلی مناطق سیلزده گلستان متوجه به اینکه گفتید از اونجا تماس میگیرید برای بینندگان ما روایت کوتاهی داشته باشید. بله عرض کردم اینجا متاسفانه آبگیرستگی زیاده، اما من از شما تقاضا دارم آقای شهرندگی، شما رو دوست داریم، شما مجری محبوبی هستید. لطف دارید. ممنون. ولی منم از شما به جد خواهش میکنم که در قالب موضوع صحبت بکنید و جز این رای نداریم. این اصل اولیه و بدیهی برنامه روی خط هست، هر شب موضوع خاصی داره، اگر در قالب موضوع صحبت کنید فرصت در اختیار شماست. به هر حال خیلی ممنون از اینکه ما رو دنبال میکنید، ما رو همراهی میکنید. آقای ساسان از گلستان بریم و با آقای محمد حسین از تهران صحبت کنیم. آقای محمد حسین سلام. سلام، درود بر شما. بفرمایید. ببینید خب من خودم که تهران هستم ولی خب اقوام در شمال هستن. متاسفانه مشکل اصلی کشور ما همین مدیریت که واقعا مدیریت درستی نمیشه در بحران ها. ما دیدیم که حالا توی زلزله کرمانشاه هم مدیریت صحیحی نشد توی کمک رسانی برخی از روستا، اینجا هم همینطوره توی این قضیه. اما خب حالا این موضوع برای اگر خیلی آب نداشته باشه برای یه سری نون داره این اقدامات و این حوادث طبیعی. در خصوص حالا کرمانشاه اومدن یه عده پولهای هنگفت جمع کردن برای کمک به زلزله زده ها، اما تکلیفش هنوز معلوم نیست. الان مال این سیل هم میان همین سلبریتی ها پول جمع میکنن و
آخرش معلوم نمیشه چی میشه و همین تو حسابا میمونه. البته یه انتقادی بوده، من دیدم در شبکه‌های اجتماعی میگفتن اونطور که باید و شاید توجه نشده به این سیل، این سیلی که این همه گستردگی داشته، این همه خرابی به بار آورده، گویا خیلی توجه ها رو به خودش جلب نکرده. ببینید خب درسته، هنوز ابعاد این خسارات، ضمن اینکه حالا ابعاد زلزله خیلی گسترده تر از سیل بوده و خیلی خب خرابی هایی که زلزله میاره بیشتره، به خاطر هم یه مقداری بیشتر بهش توجه میشه توی فضای مجازی. اما خب میگم من امیدوارم که این بساطی که حالا برای زلزله افتاده یه سری پول جمع کردن و تکلیفش معلوم نشد، امیدوارم دیگه حداقل این بار توی این سیلی که اتفاق افتاده تو مناطق دیگه نیان یه عده از این سلبریتی‌ها اینا پول جمع کنن، آخرش هم معلوم نشه چی میشه و همینجا حسابا هم مسدود بمونه، سوداش هم معلوم نیست چی میشه، دست کی میرسه و یه وضعیت خیلی بهتری ایجاد بشه. اما خب من عرضی هم اولشم، مدیریت وقتی نباشه همین میشه دیگه، یکی میاد پول جمع میکنه معلوم نیست چی کار میکنه، یکی دیگه هم نمیاد درست امداد رسانی بکنه، یکی دیگه هم قرار بوده مثلا یه جایی رو بسازه هنوز یه کلنگش فقط زده شده. بله دیگه، اینا همه اجزا یک چرخه معیوب هستن. یعنی اگر اعتماد وجود داشت به نهادهای حکومتی که اونها میرن و وظیفه خودشون درست انجام میدن، کمک هم اگر لازم بود مردم به نهادهای حکومتی میکردن دیگه، لازم نبود بقیه برن کمک کنن به کسایی که اعتماد دارن به هر دلیلی. ممنون از شما که در برنامه ما شرکت کردید. آقای سعید همراه ما هستن، ایشون میگن که از مازندران تماس میگیرن. ممنون میشم اگر یک گزارشی از آخرین وضعیت به ما بدید. آقای سعید علی. سلام بفرمایید. علی سلام، خسته نباشید. متشکرم. میبخشید من مقیم در واقع نوشهرم و راننده آژانسم. هر روز صبح دارم یه مسیر رو عبور میکنم از مسیر در واقع پل گردکل به سمت در واقع داخل شهر. همیشه این ترافیک اتفاق افتاده به خاطر اینکه پل کمربندی که در واقع مسیر عبور مرور کمربندیه حالا مردم بود، هم اون خراب شد، اون پل خراب شد توی این سیلی که اتفاق افتاد، خیلی از بین رفتن، خیلی ها ضرر دیدن. ولی الان دقیقا 4 روزه که بعد از سیلی که اتفاق افتاد و پل خراب کرد، هیچ مقامی، هیچ مسئولی شروع به در واقع بهسازی پل یا ترمیم پل نکرده و مردم هر روز با یه ترافیک سنگین خیلی در واقع باور نکردنی مجبورن برای اینکه این مسیر رو، چون این کمربندی بود، این مسیر رو طور بزنن از داخل شهر دارن در واقع عبور مرور میکنن. و جالب بر اینه که نیروی راهنمایی رانندگی به جایی که کمک کنه به حمل و نقل و کمک کنه که این مشکلی که حالا دیگه به وجود اومده برطرف بشه، حالا بجز اینکه اون پل کمربندی رو که اصلا دست نزدن دیگه، درست نکردن، زحمتی هم نکشیدن برای ترمیمش یا شروع کردن، بخار حالا یه جوری بالاخره باید این مسئله برطرف بشه، وگرنه اصلا این ترافیک غیر قابل تحمل بنده. بله، حالا درست کردن پل که حالا یک اقدام میان مدته، ولی لااقل در اخبار رسمی داریم ما، استانداری مازندران گفته که 80 واحد مسکونی روستایی کلن تخریب شده، بیش از 2000 واحد مسکونی شهری تا حدود 60% تخریب شدن و برآورد اولیه خسارت 705 میلیارد تومنه در استان مازندران فقط. یعنی وضعیت خرابی اصلا کوچک نیستش. حرفتون رو قطع میکنم، این خساراتی که سیل در واقع به مردم زده، ولی خسارات دیگه الان خساراتی که هم بلانس پشت این ترافیکی که ایجاد شده بود آژیر میکشید و هیچ راهی نبود که این آمبولانس عبور کنه و بره. یعنی شما میگید آره این مسئله زندگی عادی رو مختل کرده. دقیقا این مسئله زندگی عادی رو مختل کرده، یعنی تمام همه شاکی، همه مشکل دارم. یه سری خب بالاخره این مسئله یه شهر توریستیه، مسافران میان، مسافران همش ناراحتن، مریض میاد، تصادف میشه و حتی جالبه مردم این استرس و این فشار روحی روانی باعث میشه که تو خیابون با هم درگیر بشن، یعنی در این حد که این استرس ها
خب چون یه استرس غیر معمول، هیچ وقت این استرس رو تجربه نکردم تو شهر بزرگ، شاید این استرس ها باشه برای مردم عادی شده باشه، ولی ترافیک یک ساعت دو ساعت پشت یه بله در شهری مثل نوشهر بی‌سابقه است. یه سوال دیگه هم داشتم از شما آقای سعید. چند تا از بیننده های ما اشاره کردن تو شبکه‌های اجتماعی هم بحث داغی بوده، گفتن که اکثر پل‌ها و تأسیسات نوساز، حالا 10 سال ساز 20 سال ساز که اخیراً ساخته شده، تخریب شدن، آسیب جدی دیدن، اما اون پل‌های قدیمی استان مازندران و گیلان سر جاشون موندن. شما هم چیزی رو دیدید؟ اگر دیدید و تایید میکنید، فکر میکنید دلیلش چیه؟ یه چیزی که من میخواستم بهش اشاره کنم دقیقا همین بود. پل کمربندی یه پلیه که در واقع 10 سال ساخت بوده که توسط همینا ساخته شده بود و تخریب شده، و پلی که الان داخل شهر داره استفاده میشه و یه پل فلزیه مربوط میشه به زمان قبل از دولت این دوره، که پل معلومه قدیمیه ولی هنوز روپاه و هنوز قابل استفاده، جوری که در مواقع اضطراری دارن از اون استفاده میکنن، ولی پلی که در دوره خودشون ساخته شده اصلا استقامت کافی نداشته. پلا حالا آلیاژش، اون معماری، اون ساختی که داشته ضعیف بوده. فکر میکنید دلیلش چیه؟ چرا پلا جدید اینجوری از کار در اومدن؟ دلیلش در اصل بیکفالیتی و بیمدیریتی کسی که توی ارگان ها گذاشت. یعنی من دقیقا امروز یه مسافر داشتم همین کلمه رو گفت، گفت ارگان هایی که دارن مدیریت میکنن و نظارت میکنن اون سطح سواد اون رشته رو ندارن. مثلا طرف معلم اومده مسئول آب و فاضلاب شده، طرف مثلا معلم رفته مسئول مثلا یه جای دیگه شده، طرف مثلا تاریخ خونده رفته مسئول مثلا پلسازی شده، کنترلاب میدن مثلا یه پلی رو ایشون طراحی کنه درست کنه. خب کار ایشون نیست، این سازه ها رو بلد نیست، باید تحصیلاتش این کار باشه، چون همه چی روی ضوابط و روابط اتفاق میفته، آخر عاقبتش این میشه که مردم باید چوبشو بخورن دیگه. خیلی ممنون از شما آقای سعید که از مازندران همراه ما بودید. امیدوارم که مشکلات محل سکونت شما و سایر استان‌های سیل‌زده سریع‌تر برطرف بشه. اما آقای حمید از شیراز هم همراه ما هستند. سلام می‌کنم بهشون. می‌شنویم نظر شما رو راجع به روند رسیدگی به مشکلات استان‌های سیل‌زده. با سلام مدیر عوامل برنامه‌تون. متشکرم. در کشور ما اگه بارون بیاد میگن خوشتا، میگن سیل اومده، اگه بارون نیاد میگن شروع شده سیل اومده و خسارت بوده. و به نظر من باران که میباره موجب سیل و آب گرفتگی میشه در شهرها و روستاها، و بیشتر به خاطر از بین بردن جنگل‌ها و درختان و عدم مدیریت در ساخت سازهای بی‌رویه در کشور و عدم مهندسی و سدهایی که بی‌رویه ساخته شده و عدم مهندسی شدن کارهای عمرانی در کشوره. ساخت سازها مهندسی نشده و بودجه ناچیز که برای عمرانی کشور در نظر گرفته میشه و همان بودجه ناچیزی که در نظر گرفته میشه شهرداری از آن بودجه ناچیز هم کم میکنه و مورد دستبرد قرار میگیره، و در مخارج زیرساخت ها مهندسی ناکارآمد وجود داره. در کشور ما مهندسین مسئولی فقط امروز رو میبینن، فردا رو فکر فردا نمیکنن، فقط پول میشناسن. بله آقای تمردی. پس در واقع شما میگید که نه پیش از بحران پیشبینی لازم وجود داره و نه بعد از بحران رسیدگی لازم. باشه، اینجوریه. خیلی ممنون آقای حمید از شیراز که همراه ما بودید. من یک دو تا کامنت فقط بخونم بعد میریم یه تنفس کوتاه میکنیم. چند تا بیننده از گیلان مازندران هم داریم. آقای شایان برای ما نوشتن که به هیچ عنوان رسیدگی یا رضایت بخش نبوده، یکی از بستگانشون از روستا وحشت‌زده تماس گرفته و درخواست کمک کرده و گفته که ما به جای اینکه اونا برن کمک کنن رفتیم کمک کردیم، و گفته حالا اگر یمن و فلسطین بود حتما خودشون رو میرسوندن. و بیننده دیگری هم برای ما نوشته که زمانی که مسئولین واسه درست کردن یک پل جانبازان 4 سال طول دادن و 2 تا زیرگذر درست کردن، دیگه بیشتر از این هم نمیشد ازشون انتظار داشت، و اشاره کردن به تأسیساتی که در دوره قبل ساخته شده از جمله سد منجیل. یه تنفس کوتاه داشته باشیم برمیگردیم برنامه رو ادامه بدیم.
به اواخر برنامه هم داریم نزدیک میشیم، راجع به سیل ویرانگر شمال ایران داریم صحبت میکنیم. آقای علیرضا همراه ما هستن، گفتن که از چالوس تماس میگیرن. سلام، ممنون میشم اگر اطلاعی دارید از وضعیت مناطق سیل زده یه گزارش کوتاهی بدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم آقای سند بگید، مشکلات در جامعه ما به شدت هر روز یعنی داره بیشتر میشه و اون چیزی که به صورت ملموس ما میتونیم ببینیم اینه که کسی تلاشی برای رفع این مشکلات نمیکنه و همین باران و برف، یه ذره برف میباره جاده ها میگیره، بارون میاد، همه معابر پر از آب میشه و علتش هم اینه که یکی از علتهای مهم اینه که مسئولین ما آدم های متخصصی نیستن و علت این مسائل هم کاملا واضحه، یعنی یه عده مسئول اومدن که نمیتونن کار انجام بدن. علتش اینه که بهترین نیروهای ما رو در اوایل انقلاب زدن، کشتنشون، رژیم از بین برد. و اوایل انقلاب که میشه 40 سال پیش که؟ بله بله 40 سال. یعنی میگه جمهوری اسلامی متخصصین رو از بین برد؟ بله بله بله، خیلی از اعضا رو، اعضای سازمان ما رو از بین برد، افرادی که در خارج تحصیل کرده بودن و خیلی تخصصای خوبی داشتن در این مسائل، ولی متاسفانه یه انتقادی که هستش اینه که از شبکه شما اینه اصلا دعوت نمی کنید از اعضای سازمان ما بیاد. ببین اصلا در این برنامه روی خط، برنامه برای صحبتهای مردم و به طور ویژه امشب کسایی که سیل زده هستند و معمولا هم در این برنامه ها خیلی گزارش های دست اولی هست، کسایی که صداشون به جایی نمیرسه و اصلا اخلاقی و درست هم نیستش که با دروغ اعلام کردن شهری که ازش زنگ میزنیم وقت اون کسایی که میتونن از مشکلات مردم بگن رو بگیریم. به تلفن ها برمیگردیم. آقای سجاد همراه ما هستند، ایشون هم گفتن که از گیلان تماس میگیرن، یکی از استانهایی که زیاد آسیب دید تو این چند روز. ممنون میشم اگر شما هم اطلاعی دارید، مشاهده ای دارید، یه گزارش کوتاه به ما بدید. الو سلام، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. آقا ببخشید، ما در استان ماسوله هستیم، ما بارها به این مسئولین گفتیم که آقا معدن در کنار رودخونه نزنن. این معدن‌ها رو زدن، رودخونه ها رو تمام خالی کردن، تمام این معدن‌ها باعث شد که آب تمام جمع بشه، تمام رودخونه ها گرفته شد، تمام پلایی که تو این چند سال اخیر زدن همه از بین رفت و باعث ویرانی بدبختی مردم شده. هیچ مسئولی هم الان نمیاد به پس حال شما چطوره، چیکار میکنین؟ گاو و حیوانات مردم، خونه های مردم همه از بین رفته اینجا. درسته. هیچ مسئولی هم نمیاد اینجا بگه جوابگو بشه. هم که کارایی کردن همش از سر بی‌احتیاطی و بی‌فرمانی این مملکت و این مردمه. استان گیلان و مازندران استانهایی نیستن که با بارندگی شدید بیگانه باشن، از قدیم الایام همیشه توش بارون زیاد میومد. چی شده که این بارونهای اخیر انقدر ویرانگر شدن، تبدیل به سیلایی میشن که این همه خسارت به جا میذارن؟ خب بارندگی الان رودخونه ها رو آغون کردن، قبلا رودخونه ها یه خورده بهش میرسیدن، دوروبرشون رو میرسیدن، از سیلابایی که اومده جلوگیری نکردن، به رودخونه ها نرسیدن، سنگریزه ها اومده، رودخونه به مرور زمان گشایش بده کرده و باعث ویرانی شده. درسته. هیچ کاری نکردن، نیومدن نظارت بکنن، فقط بودجه گرفتن، بودجه کلان خرج کردن که علکی بوده همش. پلهایی که زدن همه پلهای چند سال ساخته، همه از بین رفته. این پل‌هایی که زدن باید مسئولی میان جوابگو بشن، این هزینه‌ای که کردن این پل‌ها رو زدن چی شده که پل‌ها اینجوری شده؟ بله. جان مردم گرفته شده، چه ماشین‌ها، چند نفر از ماشین‌هاشون رو سیلاب آب برده، حیوانات مردم رو آب برده، باعث این پل خراب شدن، باعث ویرانی زندگی مردم شده. خیلی ممنون آقای سجاد از گیلان. این بحث پل‌هایی که تازه ساز بوده چندین بار مورد اشاره قرار گرفت. من چند تا توییت انتخاب کردم، تو این توییت ها هم هستش. حالا اولین توییت هایی که براتون میخونم مال روزهای اوله، اون موقع هنوز خیلی این خسارات گزارش نشده بود که چقدر سهمگینه. مثلا توییت اولی که خیلی مورد توجه قرار گرفت یه بنر تبلیغاتی تشکر از شهردار لنگروده
که میگه که تو بنره حالا اگه بتونید بخونید دارن شهردار تشکر میکنن رایج دیگه، از اینا خودشون پول میدن خودشون میزنن. بعد میبینید که همون زیر خیابون تبدیل به رودخونه شده. تو توییت بعدی که با تنه نوشته بوده که ونیز ایران به همت مسئولین ساخته شد. اینا مال ساعات اولیه است، اما بعد این بحث خراب شدن پل‌ها انقدر بالا گرفت که جعفرزاده نماینده رشت هم نوشت در جریان سیل اخیر پل‌های ساخته شده توسط مهندسان بی مدرک با قدمت 100 سال هیچ گونه آسیبی ندید، ولی پل‌های با سابقه ساخت بعضاً کمتر از یک دهه توسط مهندسان با مدرک تحصیلی دهن پرکن تخریب شد. به نظرم موضوع انشای مدارس من بعد باید بشود علم بهتر است یا مدرک. یه کاربر دیگه دو تا عکس کنار هم منتشر کرده، گفته عکس سمت چپ پل اصلی شاه سواره که در زمان رضا شاه 87 سال پیش ساخته شد، تو سیل آب از روش رد شده، مشکلی واسش پیش نیومد. اما عکس سمت راست پل املشه که در زمان جمهوری اسلامی ساخته شد و نابود شد. ایشون میگه که تقریبا اکثر پل‌های منطقه به خاطر سیل خراب شده. آخرین توییت رو هم باز هم عکس زمین مشه، میگه که تصویر بالا پل تیمیجان رودسر 400 سال سن داره محکم و استوار مقابل سیل وایستاده، تصویر پایین پل کیازنی که عملشه که کمتر از 20 سال قدمت داشته و در جریان سیل فرو ریخت. اون تصاویر اول برنامه هم دیدید این رو. بریم تلفن ها رو ادامه بدیم و خانم شقایق از اهواز که همراه ما هستن، سلام، ممنون میشم نظرتون رو خلاصه بفرمایید. خانم شقایق؟ بله. سلام بفرمایید. سلام، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید آقای صمد بیگی. ممنون، بفرمایید، صداتون پخش میشه. آقای صمد بیگی، واقعا تصاویری که میبینم واقعا دردناکم و خیلی خیلی ناراحت میشم از این تصاویری که شما پخش میکنید، که چرا مسئولین جوابگوی این سیل زدگان نیستن. ما اونجا نیستیم، حالشون هم درک نمی کنیم، ولی واقعا ناراحت هم واسه یه هموطن عزیزم که تا یعنی تا بالای زانو یا بیشتر از اون توی آب فرو رفته. واقعا میخوام که این صدای من که پخش میشه، میگید که این برنامه برای صدای مردم گذاشته شده، دوست دارم که مسئولین واقعا بشینن پای برنامه میشه و صدای مردم، صدای ما، صدای سیل زدگان رو ببینم، بشنون. دوست دارم که ایرانمون همیشه پایدار باشه، نه این که هر روز یه مثلا یا میمیرن یا شهید میشن یا هواپیماشون سقوط میکنه یا تو کوههای دناب فرو میره و خیلی کشته میره. یعنی ایران روز به روز داره به جای پیشرفت پسرفت میکنه و اون کلیدهایی که ازشون حرف میزنن برای باز کردن درهای بسته به روی مردم پس کجاست؟ خیلی ممنون خانم شقایق که همراه ما بودید. آقای شهرام از کرج، سلام میکنم به شما، ممنون میشم نظرتون خلاصه بفرمایید. سلام، وقت شما بخیر. از برنامه خوبتونم تشکر میکنم. بیشتر دوستان اومدن صحبتهایی رو کردن در هر موردی به غیر از صحبتهای مهندسی و پایه. من خودم توی سازمانهایی که این کار رو انجام میدم بودم و بسیاری از این به قول معروف ساختن پلها و جاده ها و آبراه ها همشون از اول به عنوان به قول معروف پیمانکار معرفی میشن. پیمانکاری برنده میشه که کمترین مبلغ رو بده. همیشه تو همه جای شهرداری های ایران اینجوریه و معمولا اونی که کمترین مبلغ رو میده بیشترین رشوه رو به یک نفر داده و مجبوره تو ساختن پل یا آبراهه یا هر ساختمون دیگه ای از سر و ته مهندسیش بزنه. مثلا عمق یک پلی که باید حداقل 10 متر از سطح زمین ارتفاع داشته باشه باید 13 متر پی داشته باشه، ولی این پی این پل رو به 8 متر گاکوداری 7 متر و همینجوری بستگی داره به پیمانکارش. وقتی مهندس ناظری که میاد به قول معروف نگاه کنه تایید کنه، همون مهندس ناظرم با یه حقوق ازش میخرنش، یعنی فقط یه حقوق بهش میدن، اون مهندس ناظرم تایید میکنه. بیشتر مردم از این اطلاعات خبر ندارن. من این کل سال آبراه ها اصلا تمیز نمیشه، یعنی در فصل گرما
قبل از بارندگی تو طول سال هیچ جای هیچ به قول برو آبراهی تمیز نمیشه، پر از مشمع و اما اقسام آتشخال است. این آتشخال با اولین ورودی آب جلوی آبراه اصلی رو میگیره و این آبراه اصلی وقتی گرفت تا بیان به قول معروف چهار تا درخت شکسته تو طول سال افتاده، چهار تا ماشینی که به قول معروف زافاتشون پنچه در رفته افتاده اون تو، اینا هیچ نوع رسیدگی تمیز شدن نداره. فقط وقتی به قول معروف میفهمن چه اتفاق افتاده که همچین سیلی میزنه تو جاده. بله. و وقتی هم که این سیل میاد کل ساختمون یا به قول معروف پلو میبره، اون موقع تازه میفهمن مسئولین بودن، مسئولین رفتن. من یه هتلی رو میدونم، شما هم بعد اطلاع داشته باشین چون برنامه خودتون پخش کرد، یه هتلی رو تو جاجرود وسط رودخونه زدن. این هتل تنها هتلی بود که صداش در اومد، کسی نپرسید چرا این هتل صداش در اومد، چون باید سیبیل یه نفر رو چپ میکرد صاحب هتل نکرد، همون یه نفر هم اومد پدرش رو در آورد، مجبورش کردن که از حریم رودخانه جاجرود بره عقب و هنوزم در به قول من هتل سرپاست. ولی که اجازه خیلی وقتمون کمه، من میخوام یه سوال از شما بپرسم. به فساد گسترده در روند ساخت و سازها اشاره کردید، راه حلی به نظرتون میرسه چیکار میشه کرد که اینطوری جون مردم به خطر نیفته بر سر فساد در روند ساخت و ساز پلها، ابنیه و ساختمانها؟ متاسفانه الان با این به قول من راه حلی که شما فرمودین، راه حل برای یک محدوده است، یک به قول من کاناله. کسی که حداقل 15 یا 20 سال پیش ایران نبوده و الان برمیگرده ایران، بره تو جاده شمال، همین آقایونی که از مازندران زنگ زدن. ممنون میشم در چند ثانیه اگر خلاصه کنید. بله بله خواهش میکنم. یه نفر پیدا میشه یک کوه میخره، هیچکی نمیپرسه که این کوه که همه نوع درختان راش و افرا داره کی خرید و این کوه به قول معروف چجوری فروخته شد. کوهو میخره صاف میکنه، وقتی این درختان و این کوهو به قول معروف کلا صاف کردیم، مسیر عبور سیلاب رو تغییر دادیم. بله در واقع دیگه نظارتی وجود نداره. خیلی ممنون، ببخشید فرصت کم بود. بریم بخش آخر برنامه رو با هم ببینیم. مقدمه ویدئویی رو ببینیم که از طریق تلگرام سند وی او ای به دست ما رسیده. اینجا این خودرو رو که می‌بینین تونل توحید شمال به جنوبه. اینجا هم خط ویژه است که این ماشینو دارن رد میشن همینجوری. خط ویژه معنیش مشخصه دیگه. یعنی خط ویژه. این وضع رانندگی ما تو این مملکت. حالا ما کی میخوایم مثلا مملکت اصلاح کنیم با این اوضاع رانندگی که اینجا داریم؟ ما انتظار داریم که رئیس جمهور خوب انتخاب کنیم، ما انتظار داریم که مملکت رو بتونیم اصلاح کنیم. ما فعلا تو الفبای زندگی، چارچوب اولیه زندگی موندیم، اینجا رو گذاشتن برای امداد، برای نجات، برای نه اینکه هر کی سرش بندازه پایین رو بره. ببینیم انگار نه انگار که خط ویژه است، انگار نه انگار. واقعا باید فکر کرد. واقعا لازم عذرخواهی کنم، تعداد زیادی که امشب پشت خط موندن فرصت بهشون نرسید. امشب اکثر انتقادها از حکومت بود. ویدئویی که آخر دیدیم انتقاد از فرهنگ رانندگی خود شهروندان بود. شما هم در هر موضوعی که فکر میکنید جذابه برای بقیه میتونید گزارش تهیه کنید، به سند وی او ای در تلگرام بفرستید. تا فردا، خدا نگهدار شما. این صدای آمریکاست.